امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. سی سال اضافه خدمت. اگر تاپگان یک رو دیده باشید، حتما به خاطر دارید که تام کروز در این فیلم نقش پیت خلبانی زوبده را ایفا می‌کرد. پیت حدود 30 سال در نیروی هوایی آمریکا خدمت می‌کند و به وی لقب مبرک می‌دهند. با توجه به اینکه سن و سالی از پیت گذشته، به وی پیشنهاد ارتقا درجه می‌دهند. با این حال ماوریک که سودای آسمان در سر دارد، از این پیشنهاد سر باز می‌زند. در این بین یکی از دوستان قدیمی پیت به وی پیشنهاد آموزش خلبانی به جوانها را می دهد. پیت این پیشنهاد را قبول می کند تا به بهانه آموزش خلبانی دوباره در کابین هواپیما قرار بگیرد و دل آسمان را بشکافد. مدال مبارزه تقدیر. تنها مردی که تو 14 سال گذشته 3 هواپیمای دشمن را نابود کرد. ولی نمیتونه ارتقا بگی، بازنشسته نمیشی و با توجه به همه تلاش هات از مرگ امتنا میکنی. کاپیتان، ماجرا چیه؟ این یکی از رازهای زندگی من قربان. تا حالا باید دریا سالار دو ستاره شده بودی. ولی اینجا... در ادامه داستان اتفاقهای هیجان انگیزی برای پیت می افتد تا این خلبان کار کشته دوباره با جنگنده شکاری به مصاف خطر برود. پایان اجتناب ناپذیر ماریک. کم کم باید بکشی کنار. شاید قربان. داستان فیلم شاید در نگاه اول معمولی به نظر برسد، اما این داستان به اندازهایی با جلوه‌های ویژه باشکوه روایت شده که مخاطب تا آخرین لحظه از فیلم چشم بر نمی‌دارد. از طرف دیگر تماشای تاپگان 2 یادآور خاطره‌های خوش طرفداران تام کروز با فیلم تاپگان 1 خواهد بود. گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. فلوریدا، زندان ایالتی. آدامس بدم. سال 2003. چی داری؟ حالا حالا موندگاری پسر. کنار توالت خوابیدنم لطف خودش رو داره. اومدم کمکت کنم که به یه ارزش افزوده تبدیل بشی، نه یه پوان از دست رفته. غمی که باعث شد دست به اون کار بزنی رو جمع کن. هجده سال بعد. دوست من پس اومده جماعت کیه؟ دوستان آینده. بگو برم بیرون. زنهای سابق آینده. مرکز عملیات تاکتیکی CIA.
میخواییم برای کشتن آدم های ناحسابی تعلیمت بدیم. قبلا خودت یکی رو کشتی، پس نباید خیلی سخت باشه. داره میرسه. هدف رویت شد. اقدام کن. هیچی جلودارشون نیست. به همه جا و همه کس دسترسی دارن. توفنگم خرابه. فیلم مرد خاکستری بر اساس رمانی به همین نام ساخته شده است. رمانی که پس از انتشار فیلمسازان زیادی در صدد ساخته یک نسخه سینمایی از آن بودند، اما هر بار پروژه به دلایلی به سرانجام نمی رسید تا نام این پروژه در میان پروژه های بی سرانجام هالیوود قرار بگیرد. در این سالها از بازیگران بسیاری برای حضور در اقتباسی سینمایی مرد خاکستری نام برده شد. براد پیت و ترون از جمله بازیگران مطرحی بودند که عنوان می‌شد قرار است ستاره فیلم باشند، اما در نهایت این اقتباس سینمایی با بازی رایان گاسلین، کریس ایوانز و آناند آرماس از طریق نتفلیکس فیلم درباره یک قاتل محکوم به زندان است که پس از ملاقات با یک مأمور سیاه تصمیم می‌گیرد تبدیل به مزدور این سازمان شود و در عوض زندگی خارج از زندان را تجربه کند. با این حال او طی یک مأموریت با اطلاعات ممنوعی مواجه می‌شود که او را در مسیری بی بازگشت قرار می‌دهد. داستان فیلم شباهت‌های عجیبی به فیلم اکشن کماندو با بازی آرنولد دارد و اتفاقاً شخصیت‌های داستانش نیز از لحاظ ظاهری به اثر مذکور شباهت دارد. فیلم مرد خاکستری همونطور که اشاره شد اکشن بی توقفی است، حتی یک لحظه به شما اجازه اندیشیدن نمی دهد و با فیلم نام های سطحی و تکراری مخاطب را درگیر گلوله و RPG و یک دوجین ماشین می کند که در طول فیلم قرار است منفجر شوند. در این فیلم عنصری به نام شخصیت پردازی وجود ندارد و آدم ها تنها کالبودی هستند که از جایی به جایی دیگر رفته و چند گلوله شلیک می کنند و این فرایند بارها و بارها در طول فیلم تکرار می شود. در فیلم مرد خاکستری شخصیت اصلی داستان نامیراست و مانند آرنولد در فیلم کماندو نه گلوله و نه تانک بر او اثری می‌گذارند و نه ارتش سربازان در کشورهای مختلف توانایی غلبه بر او را دارند. به شخصیت‌های اصلی بی‌هویت فیلم باید شخصیت‌های فرعی را هم اضافه کرد که وضعیتی به مراتب بدتر دارند. فیلم از نظر فنی بسیار کارآمد است، ولی همین اثر خوش رنگ و لعاب چنان سکانس های اکشن زیادی دارد که به سختی جایی برای طرح یک داستان مناسب باقی گذاشته. مرد خاکستری. و گزینه یه سابسکرایب رو بزنین.